در بحث وظایف منتظرین ممکنه این سوال بعد به ذهن بینندگان عزیز ما هم اومده باشه که وظایف منتظرین در عصر غیبت در کتاب مقدس چیه؟ در اسلام خب یه سری وظایفی توضیح داده شده که حالا من میگم بعد شما میبینید که تمام اون عبارات و کلیشه ها در کتاب مقدس هم آمده. اون وقت در عمل وقتی نگاه میکنیم میبینیم مسلمان ها موفق ترند در جامعه عمل پوشوندن به وظایف انتظار. این یکی از فرقهایی که در نتیجه قضیه ظاهر میشه. خب یکی از وظایف منتظرین در کتاب مقدس و در اسلام انتظاره، منتظر باشید. مثلا در مزامیر باب 37 آیه 7 به بعد داره که بله نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش، نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. این یکیش. یا مثلا در انجیل لوقا باب 12 آیه 36 خیلی مسئله جالبیه، میگه که کمرهای خود را بسته چراغهای خود را افروخته بدارید، حضرت عیسی داره میگه، و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما میگویم که کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد. خب پس ببینید، میگه که منتظر آقای خود باشید. حلیمان، صالحان، یعنی در عصر غیبت باید چطور باشی؟ حلیم باشی، صالح باشی، صبور باشی. در انجیل متی باب 24 آیه 13 حضرت عیسی میفرماید هر که تا انتها صبر کند نجات یابد. باید صبور باشید. یکی از وظایف منتظرین در کتاب مقدس دعا برای فرجه. در انجیل مرقس باب 13 آیه 33 میگه که پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که آن وقت کی شود. یا حجت الله.